امروز بارها در مورد این صحبت کردیم که هوش مصنوعی چه قدرت فوق‌العاده‌ای به ماشین‌ها میده و ممکنه در آینده کنترل دنیای ما رو به دست بگیرن. این ماشین‌ها یا ربات‌ها برای درک دنیای ما از ابزارهای جالبی که براشون طراحی کردیم استفاده می‌کنن. یعنی سنسورها یا حسگرها. با همین است که میتونن هر چیزی رو تشخیص بدن. دما، رطوبت، نور، فشار، حرکت، الکتریسیته و مغناطیس، سرعت و شتاب. هدف امروزمون اینه که ببینیم بعضی از این اندام‌های ماشینی چجوری کار می‌کنن. چطور تونستیم با کنار هم قرار دادن انواع فلزات و پلاستیکا چیزایی بسازیم که اتفاقای اطراف ما رو تبدیل می‌کنن به داده‌های قابل درک برای ماشین‌ها. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. اول میخوام با سنسور یا حسگر دما شروع کنم. حدود 4 قرن پیش گالیله برای اولین بار دستگاهی ساخت که میتونست تغییرات دما رو تشخیص بده. برای این کار یه لوله سربسته رو داخل یه ظرف پر از مایع قرار داد. با گرم شدن محیط هوای داخل لوله منبسط میشد و سطح مایع پایین میرفت. سرد شدن محیط هم هوا رو منقبض میکرد و سطح مایع رو داخل لوله بالا میبرد. این وسیله فقط کم و زیاد شدن دما رو نشون میداد. برای همین بهش میگفتن ترموسکوپ یا دمابین. دانشمندای بعدی این ایده رو بهبود دادن و دماسنج‌هایی ساختن که میتونست یه عدد مشخصی رو به عنوان دما نمایش بده. با ورود به دوران الکترونیک، سنسورهای دما حسابی تغییر کردن. یه نمونه پرکاربردش معروف به ترمیستور. ترکیبی از اکسید فلزات مختلف مثل نیکل، کوبالت، منگنز، آهن یا چیزهای دیگر رو لایه لایه کنار هم قرار میدیم که بهش میگن چیپ. ویژگی مهم این قطعه اینه که توی دماهای مختلف مقدار مقاومت الکتریکیش تغییر میکنه. یعنی مثلا هرچقدر گرمتر میشه مقاومتش افزایش پیدا میکنه. بعضیاشون هم برعکسن. پس کم و زیاد شدن دمای محیط الکتریسیته عبوری از این سنسور رو تغییر میده. حالا باید این تغییرات الکتریکی رو بدیم به یه پردازنده تا دمای متناظر با هر مقاومتی رو برای ما حساب کنه. ولی مشکل اینجاست که پردازنده ها همشون دیجیتالن، فقط میتونن با 0 و 1 کار کنن. برای همین تغییرات مقاومت رو اول میفرستیم به قطعه‌ای به نام مبدل آنالوگ به دیجیتال تا تبدیلشون کنه به 0 و 1. حالا این اطلاعات دیجیتال رو میدیم به پردازنده. اونم طبق یه برنامه کامپیوتری که براش نوشتیم حساب میکنه که هر مقاومت الکتریکی برابر با چه دمایی. پس ماشین یا رباتی که مجهز به این سنسور باشه به راحتی میتونه بفهمه دمای اطرافش تو هر لحظه چقدره و طبق این اطلاعات واکنش مناسب نشون بده. غیر از دما، خیلی وقتا ماشین نیاز داره که مقدار رطوبت محیط هم بدونه. برای این کار هم سنسورهای مختلفی وجود داره. یکیش دوباره مثل سنسور قبلی از مقاومت الکتریکی استفاده میکنه. به این صورت که بین دوتا پایش مواد ترکیبی مختلفی قرار میدن که تشنه رطوبته. یعنی همین قسمت سفید رنگی که اینجا میبینید. توی حالت عادی یه تعداد مشخصی از الکترون ها میتونن از یکی از پایه ها منتقل بشن به اون یکی. ولی وقتی که ماده بینشون یه مقداری رطوبت از هوا یا خاک یا هر چیز دیگه جذب میکنه، مقاومت الکتریکی این ماده کمتر میشه. بنابراین الکترون‌های بیشتری میتونن از یه پایه منتقل بشن به اون یکی. باز اینجا هم این تغییرات مقاومت رو میدیم به یه مبدل آنالوگ به دیجیتال و بعدش هم اطلاعات 0 و 1 رو میفرستیم به پردازنده تا طبق برنامه‌ای که بهش دادیم برای ما حساب کنه که تو هر لحظه مقدار رطوبت محیط چقدره. مورد بعدی سنسور تصویره. میخوایم ببینیم ربات‌ها چجوری میتونن دنیا رو ببینن.
پشت لنز دوربین گوشی موبایل شما سنسوری قرار گرفته به نام CMOS یا CMOS. این همون چیزیه که نور محیط رو تبدیل میکنه به یه تصویر دیجیتال. مستطیل رنگ و رنگی که وسطش میبینید از میلیون ها سلول خیلی ریز تشکیل شده. هر کدومشون یه فوتودیود یا دیود نوری داره به اضافه یه لنز کوچیک. در واقع هر کدوم از این سلول ها مسئول تولید یکی از پیکسل های تصویره. مثلا وقتی میگیم کیفیت یه دوربین 2 مگاپیکسله، یعنی 2 میلیون تا از این سلول‌ها روی سنسور تصویرش نصب شدن. هرچی تعدادشون بیشتر باشه، کیفیت عکس و فیلم این سنسور بالاتره. جزئیات بیشتری رو میتونه ضبط کنه. پرتوهای نوری که از لنزهای مختلف دوربین رد میشن برخورد میکنن به لنز کوچیک روی هر سلول و متمرکز میشن روی فوتودیود داخلش. برای تک تک سلول ها همین اتفاق میفته. داخل فوتودیود نیم رسانه ها رو داریم. وقتی نور بهشون میتابه، الکترون ها از نیم رسانه نوع P حرکت میکنن به طرف نیم رسانه نوع N. بنابراین یه جریان الکتریکی یا ولتاژ خیلی ضعیف ایجاد میشه که با قطع شدن نور از بین میره. اما مشکلی که وجود داره اینه که فوتودیود فقط نسبت به شدت نور حساسه. هرچی نور شدیدتری واردش بشه، ولتاژ بزرگتری تولید میکنه. نتیجه یه همچین سیستمی میشه یه عکس سیاه و سفید. برای حل این مشکل، روی هر سلول یه دونه فیلتر رنگ هم نصب شده. سه نوع از این فیلترها داریم، قرمز و سبز و آبی. مثلا اون سلولی که فیلتر قرمز داره، فقط طول موجهای قرمز نور میتونن ازش عبور کنن، یا در واقع اون پرتوهایی که از سطح یه جسم قرمز بازتاب شدن، بقیه یه رنگ ها رو فیلتر میکنه. سلول هایی که فیلتر سبز و آبی دارن هم طرز کارشون همینه. وقتی پرتوهای نور با رنگهای مختلف به سنسور CMOS برخورد میکنن، هر رنگی میتونه به سلولهایی با فیلتر همون رنگ وارد بشه و با تحریک فوتودیود یه جریان الکتریکی ایجاد کنه. حالا مقدار ولتاژ هر کدوم از این سلول‌ها خونده میشه و طبق معمول فرستاده میشه به یه مبدل آنالوگ به دیجیتال. بعدش هم این اطلاعات دیجیتال میرن به یه پردازشگر تا باهاشون یه عکس قابل درک بسازه. تصویر اولیه‌ای که داریم از سه تا رنگ جدا از هم تشکیل شده، یعنی قرمز و سبز و آبی. با ترکیب این سه تا رنگ تصویر اصلی ساخته میشه. کلن ما با ترکیب مقدارهای مختلفی از قرمز و سبز و آبی میتونیم میلیونها رنگ مختلف بسازیم. مثلا قرمز و سبز رو با هم قاطی میکنیم میشه زرد. اگه سبزش رو یه مقدار کمتر کنیم میشه نارنجی. پس به طور کلی چشم ماشین‌ها یا ربات‌ها اینجوری کار میکنه. دنیا رو به این روش میبینن. البته جزئیات خیلی بیشتری داره با انواع مختلف که دیگه من واردش نمیشم تا بحثمون طولانی نشه. بعدی سنسورهای لودسل هستند که بهشون سنسورهای نیرو هم میگن. اینا برای اندازه‌گیری نیروهای کششی و فشاری و خمیدگی و این چیزا استفاده میشن. مثلا یه نمونه از کاربردهاشون ترازوهای دیجیتاله. رایج‌ترین لودسل ها از قطعی استفاده می کنن به نام استرین گیج یا کرنش سنج. این از یه فویل یا سیم خیلی نازک تشکیل شده که به صورت زیگزاگی قرار گرفته روی یه صفحه انعطاف پذیر. با خمیده شدن این صفحه هم طول کلی سیم تغییر می کنه هم سطح مقطعش، یعنی یه مقدار خیلی کمی نازکتر یا ضخیم‌تر می شه. بنابراین مقدار مقاومت الکتریکی این سیم تغییر می کنه. اما این تغییر به شدت جزئیه. برای همین جریان الکتریکی خارج شده از این کرنش سنج رو میفرستیم به یه مدار تقویت کننده به نام پل ویتستون. این مدار تغییرات مقاومت کرنش سنج بر اثر خمیدگی یا کرنش رو تقویت میکنه. حالا این تغییرات تقویت شده رو میفرستیم به یه پردازنده تا طبق اون برنامه کامپیوتری که بهش دادیم برامون حساب کنه که چه مقدار نیرو وارد شده. معمولاً کرنش سنج رو میچسبونن روی یک قطعه آلومینیومی یا فولادی، پل ویتستون هم نصب میکنن روی همین بدنه. این خودش میشه یه سنسور کامل به نام لودسل. فشارهای مختلفی که به این بدنه فلزی میاد، خمیدگی‌های خیلی ریزی توش ایجاد میکنه که توسط کرنش سنج تبدیل میشه به تغییرات مقاومت الکتریکی.
الان کاربرد لوتسل ها تو زمینه های مختلف اونقدر زیاده که تقریبا همه جا میشه پیداشون کرد. مثلا این بازوهای روباتیک برای اینکه بدونن واسه بلند کردن یا انجام کارهای مختلف دقیقا باید چقدر نیرو به یه جسم وارد بشه، از انواع مختلفی از همین لوتسل ها استفاده میکنن. سنسور بعدی میکروفونه. یکی از پرکاربردترین انواع میکروفون معروف به داینامیک. یه صفحه پلاستیکی انعطاف پذیر داره به نام دیافراگم که یه سیمپیچ ظریف بهش متصل شده. داخل این سیمپیچ هم یه دونه آهنربا داریم. میدونیم که صدا چیزی نیست جز لرزش مولکولای هوا. وقتی این موج لرزش به صفحه دیافراگم میرسه تکونش میده. سیمپیچ هم که بهش وصله و همراه با دیافراگم تکون میخوره. این جابجایی ها باعث میشه میدان مغناطیسی که از طرف آهنربا به سیمپیچ وارد میشه دائما تغییر بکنه. بنابراین طبق قانون القای فارادی داخل سیمپیچ یه جریان الکتریکی القا میشه. ژنراتورهای تولید برق دقیقاً از همین ویژگی استفاده میکنن، یعنی با یه نیرویی مثل باد یا بخار یا موتور بنزینی یه سیمپیچ رو داخل میدان مغناطیسی یه آهنربا میچرخونن و برق داخلش تولید میشه. توی میکروفون هم لرزش‌های دیافراگم باعث میشه سیمپیچ دائما داخل میدان مغناطیسی آهنربا حرکت کنه. در نتیجه داخلش یه جریان الکتریکی به وجود میاد. هر چقدر صدای محیط بلندتر باشه و دیافراگمو با دامنه بیشتری جابجا کنه، ولتاژ بزرگتری داخل سیمپیچ تولید میشه. باز اینجا هم این تغییرات ولتاژ از مبدل آنالوگ به دیجیتال عبور میکنن و میرن به یه پردازنده. اما برعکس همین میکروفون ها میشه بلندگو یا اسپیکر. یعنی طرز کار بلندگوهای معمولی اینجوریه که صدا به شکل امواج الکتریکی وارد سیمپیچ متصل به دیافراگم میشه، یه میدان مغناطیسی اطرافش ایجاد میکنه، بعدش این میدان با میدان آهنربا به همدیگه نیرو وارد میکنن که نتیجهش میشه حرکت ها یا لرزش های دیافراگم. لرزش دیافراگم هم که مولکولای هوا رو میلرزونه و امواج صوتی تولید میکنه. اینا اندام‌های ساده‌ای‌اند که به ماشین‌ها اجازه شنیدن یا تولید صدا میدن. البته سنسورهای پیشرفته‌تری هم برای ضبط صدا وجود داره. مثلا میکروفون الکترونیکی به جای مقاومت بر اساس ویژگی‌های خازن عمل می‌کنه. خازنی که یه طرفش همون دیافراگمه، یه طرفش هم ثابته. بنابراین لرزش دیافراگم بر اثر صدای محیط باعث تغییراتی تو ظرفیت خازن میشه. این میکروفون ها کوچیکتر و ارزونتر و کم مصرفترن. توی خیلی از سنسورهای دیگه هم مدل هایی هست که به جای مقاومت الکتریکی از تغییرات ظرفیت خازن استفاده میشه. خب حالا بویایی ماشین ها چطور عمل میکنه؟ این کار از طریق سنسورهای گاز انجام میشه. انواع مختلفی دارن ولی بیشترشون از نوع اکسید فلزی نیمرسانا هستن. اینا از یه نیمرسانا استفاده میکنن مثل اکسید قلع که داخلش جریان الکتریکی برقراره. زمانی که توی هوای تمیز باشه اتمای اکسیژن جذب میشن به طرف الکترونهای آزاد داخل نیمرسانا. جلوی حرکت خیلی از این الکترونها رو میگیرن و این باعث میشه رسانایی فلز پایین بیاد یا مقاومت الکتریکیش افزایش پیدا کنه. اما وقتی که گازهای دیگه‌ای مثل کربن مونوکسید داخل هوا زیاد باشه، با این اکسیژن‌ها واکنش نشون میدن و الکترون‌های نیم رسانا رو آزاد می‌کنن. بنابراین رسانایی فلز دوباره زیاد میشه. هر چقدر مقدار این گازهای آلاینده بیشتر باشه، مقدار رسانایی هم افزایش بیشتری داره. برای اینکه واکنش اتمای اکسیژن با الکترونهای آزاد تقویت بشه، یه هیتر هم داخل سنسور هست که دمای فلز رو بالا میبره. با تغییر جنس این فلز و استفاده از برنامه‌های کامپیوتری پیشرفته‌تر، کاری می‌کنن که سنسور بتونه گازهای مختلفی رو تشخیص بده. از این سنسورها داخل سیستم‌های ایمنی مثل تشخیص آتش‌سوزی یا کنترل کیفیت هوا یا تجهیزات پزشکی استفاده میشه.
یه نوع دیگه از سنسورهای گاز هم وجود داره که از پرتوهای فروسرخ استفاده می کنن. این مدل از یه لامپ فروسرخ تشکیل شده با یه آشکارساز. لامپ پرتوهای فروسرخ رو می فرسته به سمت آشکارساز و توی مسیرش هر نوع گازی که وجود داشته باشه طول موجهای مشخصی از این پرتوها رو جذب می کنه. چون اگه یادتون باشه قبلا چند بار در مورد این توضیح دادم که هر اتمی می تونه بعضی از طول موجهای پرتوهای الکترومغناطیسی رو جذب یا منتشر کنه. این یه چیزی شبیه اثر انگشت هر ماده است که دلیلش هم اینه که چیدمان الکترون‌ها اطراف هر اتم با بقیه فرق داره. به هر حال آشکارساز وقتی این پرتوها رو دریافت میکنه تشخیص میده که کدوم طول موجها ازش حذف شدن. طبق همین میتونه به ما بگه که داخل اون محیط چه نوع گازهایی وجود داره. تعداد سنسورها اونقدر زیاده که حتی 10 تا برنامه یک ساعته هم برای بررسی همشون کافی نیست. اینجا فقط خواستم چند تا نمونه مهمش رو توضیح بدم تا یه مقدار با کلیت کار آشنا بشیم. در واقع برای هر کاربرد مشخصی یه سنسور مخصوص همون وجود داره. اصلا یکی از توانایی‌های اصلی شرکت‌های بزرگی مثل فیوتک اینه که برای موردهای استثنایی و پیچیده سنسورهای سفارشی طراحی می‌کنن و می‌سازن. برای همین همیشه چالش‌های بزرگی سر راهشون ایجاد میشه که باید با ابتکار و خلاقیت حلش کنن و سنسوری بسازن که قبلا هیچ کس نساخته. تعداد سنسورها یا حسگرهای ما آدما خیلی محدوده، ولی برای ربات‌ها و ماشین‌ها میشه بی‌نهایت سنسور مختلف ساخت. مثلا یکیش کمک می‌کنه با فراصوت توی تاریکی مطلق و بدون وجود هیچ پرتوی الکترومغناطیسی بتونن ببینن. یه سنسور دیگه کمک می‌کنه با لیزر یه نقشه سه‌بعدی دقیق از محیط اطرافشون بسازن، بتونن پشت دیوارا رو ببینن، وجود ویروس‌ها یا مواد شیمیایی خطرناک رو تشخیص بدن، اندازه‌گیری‌های فوق‌العاده دقیقی انجام بدن یا صدها توانایی دیگه که ما توی خوابم نمیبینیم. جالب اینجاست که تمام این قدرت‌های غیر طبیعی رو مایی داریم بهشون میدیم که خودمون هیچ کدومش رو نداریم. این یه بحث ترسناک دیگه کنار هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی نرم افزار این ربات‌های خیلی پیشرفته است، سنسورها و پردازنده‌ها سخت افزارش. با این دوتا بال به جاهای عجیب و غریبی قراره برسن.